زمین لرزه های نیرومند این روستا را در ولسوالی انجیل هرات این گونه ویران ساخته است. در این زمین لرزه ها نزدیک به 30 روستا ویران شده و بخشای از شهر هرات نیز آسیب جدی دیده است. ما به داخل خیمه بودم، بال حرکت بودیم که بریم اگریزه بدیم. با امر خدا تا این جرافار پاخ میکرد و همیتی که زلزله شید، با امر خدا که همیتی که تکون خوردیم، زن و مرد غیق کشتیم، چاریار کشتیم. اینجا فعلا مواد خوراکی کم بود داریم، خیمه بعد ده تا خیمه مثلا ده تا ده خیمه کم داره مردم اینا که تازه از جای دور ما اینا بشره بود. زخمیان زمین لرزه برای درمان به شفاخانه حوزه هرات آورده شدند. بر بنیاد آمارهای این شفاخانه در زمین لرزه های امروز دو تن جان باخته و بیشتر از 170 تن زخم برداشتند. داخل خانه بودیم، بعد امید کودک ها داخل کوچه مثل میام به خانه میام، بعد از دیوار چپه شد بالای پام و پام شکسته. با خونه بودیم یک دم زلزله شد تا پایی شدیم بفتادیم بگه نفهم. زمین لرزه های امروز یک بار دیگر باعث نگرانی و سراسیمگی در میان باشندگان شهر هرات شده است. این شهروندان از یک هفته بینسو این گونه خیمه و چادر برپا کرده و در هوای سرد در بیرون از خانه هایشان به سر می برند. ما به چارسو شهر کنه به صلاح دکان داریم، یک کارنسرای قدیمیه که بیشتر از او تقریبا از آبادات تاریخی و اینا تخریب شده. مدت 3 شبانه روز به اینجا ما بودیم، بعد امروز صبح به خانه رفتیم، به دم سرا که رسیدیم که دیدیم که زلزله دوباره شد و یک تکان خیلی قوی داد تمام خانه. پس مجبور شدیم دوباره خانه را ترک کنیم و بیاییم به مسجد جامع بزرگ شهر هرات. ما در خانه بودیم، پیش تلویزیون شیشته بودیم، یک بار یک شدید تکان داد ما. تا بیرون شدیم برای راه خوار داشتیم، اینا بیرون شدیم تا تسرا برسیدیم شدیدتر شد. زمین لرزه نخست با قدرت 6.3 ریشتر و زمین لرزه دومی 5.4 ریشتر بود. دو زمین لرزه خفیف دیگر نیز امروز هرات را تکان داد. این زمین لرزه ها در کنار هرات ولایت های همجوار را نیز تکان داده است.